ما میدونیم که تقریبا هر چیزی رو که بخوایم میتونیم داخل اینترنت دنبالش بگردیم و اطلاعاتش رو پیدا بکنیم. چالشی که اینجا وجود داره اینه که اینقدر حجم اطلاعاتی که روی اینترنت در حال حاضر در دسترس هست زیاد هست که اون موقع پیدا کردن اون چیزی رو که ما واقعا میخوایم و دنبالشیم توی این حجم بزرگ اطلاعات یکم سخته. توی این ویدیو میخوام این سری ترفندها و روشهایی رو بهتون آموزش بدم که با استفاده از اون بتونید حتی امکان اون نتایج رو که میخواین از گوگل به دست بیارید. اکثر مواردی رو که توی این ویدیو میگم به راحتی با استفاده از زبان فارسی هم میتونید انجام بدید به جز وایس کامنت ها، ولی من چون که اینجا کیبوردم کیبورد فارسی نیست راحت‌تر بود که جستجوها رو توی انگلیسی انجام بدم، ولی همونجوری که گفتم شما به راحتی میتونید با زبان فارسی این کارها رو انجامش بدید. اگر فکر کنید ویدیویی که میتونه برای شما مفید باشه لطفاً تا انتهای ویدیو با من بمونید. یکی از ابتدایی ترین و مهمترین اصول برای جستجوی خوب اینه که عبارت جستجوتون رو کوتاه انتخاب بکنید، یعنی از کلمات کلیدی استفاده کنید 3-4 تا دونه، نه خیلی زیاد، هرچی میتونین کلمات اضافی رو ازش کم بکنید. مثلا من میخوام نقاشی با آب رنگ یاد بگیرم، اینجا می‌نویسم learn watercolor painting، وقتی بزنم نتیجه میاد. حالا فرض بکنید من میگم که من میخوام آموزش رو داشته باشم برای کسانی که تازه کارن، میتونم اینجا بعدن بیام و کیبوردی رو که میخوام اضافه بکنم. حالا من اطلاعات رو میخوام که جدید باشن، خیلی قدیمی نباشن، میام میذارم روی تولز، تاریخش رو انتخاب کنم، اطلاعات مال الان که زنه اینی تایم، هر وقتی که بوده، ساعت قبلی 24 ساعت گذشته، هفته گذشته، ماه، سال گذشته، یا اینکه کاستم رنج توی یه دوره خاصی از تایم رو شما مشخص بکنید، بگید توی اون دوره برای من جستجوش بکن. الان همه ریزالت رو انتخاب کرده، اگر گزینه دوم رو بزنم اینجوری فقط نتایج رو به من نشون میده که دقیقاً این کلمات داخلشن و با همین املا، یعنی اگر املا رو اشتباه نوشته باشم اون موقع میره اون املای اشتباه رو جستجو میکنه. اگر برم توی گزینه ایمیج عکس ها رو بهم نشون میده، تولز رو میزنم، میتونم بگم عکس هایی رو میخوام که لارج باشن، متوسط باشن یا اندازه آیکون داشته باشن، چه رنگ هایی میخوام، عکس هایی باشه که مثلا آبی داخلشون داشته باشه. اینجا هم که میبینین گزینه های مختلف رو خودش بهتون نشون میده که چه چیزایی رو میتونه انتخاب کنین و براتون فیلتر میکنه. تایپ چه نوعی، چه زمانی، مثل همون چیزی که قبلا دیدیم، اجازه استفاده ازشون چه جوریه. این برای کسانی خوبه که مثلا میخوان از یه عکس استفاده بکنن توی سایتشون که کپی رایت چیز نداشته باشه، اجازه استفاده ازش رو داشته باشن. اگر هم کلیر رو بزنم که تمام فیلتری رو که ست کردم پاک میشه. برگردم به آل، اینایی که نوشته اد، اینا تبلیغاته، پول دادن برای تبلیغات، به خاطر همین بالا میاد. مثلا من اگر بیام اینجا روی این گزینه بزنم، این صفحه باز میشه که نوشته در مورد این جستجو، این نتیجه. خب این تیکه همینجور که میبینیم بتاست، جدید داخل گوگل، ولی این پایین اگر نگاه بکنیم یه گزینه کش داره. کش برای زمانی خوبه که این وبسایت مثلا دیگه الان نیستش، از کار افتاده، داونه به هر دلیلی. شما وقتی کش رو بزنید اون آخرین نسخه ای از اون وبسایت رو به شما نشون میده که قبلا گوگل رفته و اسکنش کرده و میتونید همچنان بهش دسترسی داشته باشین. ما میتونیم جستجو رو برای ویدیو انجام بدیم، بر اساس هر نوعی که انتخاب میکنیم این تولز میتونه متفاوت باشه. مثلا برای ویدیو چه اندازه باشه، شورت کوتاه باشه، مدیوم باشه یا طولانی باشه، زمان همون زمانه، هر کیفیتی کیفیت بالا، در مورد ویدیوها از چه سورسی اومده باشه، مثلا فقط اونایی که از یوتیوب میان و گزینه‌های دیگه، نیوز هست، اخبار این مربوط به این رو بهتون نشون میده، و توی مور که بزنید میبینید گزینه‌های دیگه ای هم هست، فلایت، فایننس و موارد دیگه. گزینه بعدی که میخوایم ببینیم یعنی که اگر برم توی گوگل توی این بخش سیتینگز قسمت سرچ سیتینگز یه گزینه‌ای داره به عنوان Turn on Safe Search. خب این برای زمانیه که میخواین نتایجی که میاد نتایجی باشه که مثلا نامناسب نباشه، اگر بچه پای سیستم نشسته داره جستجو میکنه، یا اگر توی محیط کاری هستین دارین یه چیز رو جستجو میکنین، یه دفعه یه نتیجه نامناسبی
نیاد توی سرچ. همیشه دلیل نداره که شما دنبال چیز نامناسب بگردین تا یه نتیجه بی ربط بهتون بده، ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین برای جلوگیری از اون ما میتونیم ترن آن سیف سرچ رو روشنش بکنیم. 100% نیست ولی بهتر از چیه. و سیف برمیگردیم به گوگل. اینجا همونجوری که داخل موبایل دیدین احتمالاً میتونیم بر اساس وایس سرچ بکنیم. مثلا من میخوام ببینم که به زبان فارسی تیچر معنیش چی میشه. تیچر این فارسی. میبینیم که نتیجهش رو اینجا داره بهمون نشون میده. حالا شما ممکنه مثلا بخواین آب و هوا رو ببینین، موقع فقط کافیه که مثلا بگین weather بعد اسم شهر رو جلوش بیارین. مثلا بگیم weather in Tehran. حالا میخوام در مورد اپرندهایی صحبت بکنم که توی سرچ میتونین ازش استفاده بکنین تا نتایج رو براتون کوچیک‌تر بکنه و بیشتر اون چیزی رو که میخواین بتونه بهتون ارائه بده. یه سری اطلاعات زیاد رو یهو نیاد بهتون ارائه بده. مثلا یه سایتی سوئد داره به نام 1177.se. بعد داخل این من میام می‌نویسم مثلا دیابت. نتایجی که به من میده بر اساس سایت 1177. کار دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که نوع فایلی که دنبالش میگردیم رو مشخص کنیم. بگیم فایل تایپ دو نقطه PDF مثلا سی شارپ پروگرامینگ. خب میبینین که یه دونه PDF و PDF رو برای من بازش کرد. کار دیگه که میتونیم انجام بدیم، مثلا میتونم که یه چیزی رو از نتایج حذف بکنم. مثلا میزنم create gmail account و بعد میزنم minus google. یعنی من میخوام در مورد ساختن گوگل اکانت ببینم ولی نمیخوام نتایج از توی گوگل باشه. الان دیگه توی نتایج گوگل نمیاد. ببینین، ولی من اگر اینو بردارم قاعدتا اولین گزینه خود هلپ گوگله. این کار شما میتونین با سرچ ترم هاتون رو هم بکنین. مثلا دنبال یه چیزی بگیرین، یه ماینس بزنین، یه کیورد رو بگین که من میخوام این کیورد توی نتایج نباشه. مثلا من میام اینجا میزنم هدیه. خب هدیه تهرانی اولین گزینه است. میام اینجا یه دونه ماینس میزنم، یه تهرانی میزنم، میگم یعنی میگم که غلط نوشته بود، میگم که تهرانی نباشه. بنابراین میبینین دیگه هدیه تهرانی نیومد. خب حالا فکر کنین میخواین دنبال رسیپی پاستا بگردین. پاستا رسیپی، ولی میخواین که این رسیپی ایتالیایی باشه. بنابراین من میام میزنم سایت کلن نقطه IT. یعنی فقط از سایت های ایتالیایی به من بده. ببینید، بنابراین الان من فقط رسیپی های پاستا رو دارم از سایت های ایتالیایی. اینجا میتونید مثلا برای ایران بزنید IR، برای سوئد بزنید SE، بر اساس اینکه مال چه کشوری دومینش با چه اکستنشنی هست میتونید اینجا استفاده بکنید. خب حالا اگر میخواین یه چیز رو دقیقا همون جوری که هست جستجو کنید، مثلا فرض بکنیم ما مینویسیم که خب حالا اگر بخوام دنبال یه چیز دقیقا همون جوری که هست بگردم، مثلا من میام اینو میذارم something wrong shut up. گزینه‌های مختلف میاد وقتی که میذارمش بین دو تا دبل کوتش، یعنی دقیقا من همین رو میخوام. بنابراین ببینید این چیزی میاد اول که دقیقا همین رو نوشته بدون این ور اون ور، کلمه بینشون نیست یا این ور اون ورشون نیست. بنابراین برای جستجوی دقیقه. خب اپرندهای دیگه ای که میتونیم استفاده کنیم، یکیش مثلا اپرند اور هست. مثلا من میتونم بگم تام هاردی. هم به وقتی هم که مینویسینش باید اورتون کپیتال باشه حتما. خب الان من دارم میگم توی نتایج یا باید تام هاردی بیاد یا باید تام کروز بیاد. دوتاشون با هم نمیتونن بیاد.
بنابراین الان این مثلا در مورد تام کروزه، این یکی در مورد تام هاردیه، هیچ چیزی در مورد تام کروز داخل این وجود نداره. حالا اگر من اینجا بیام به جای اور اند بذارم، دارم میگم که نتایج رو به من نشون میده که هر دوتاش رو داشته باشه. خب یه پرند دیگه که میتونین ازش استفاده کنین اینه، مثلا من میزنم 23 کیجی، به من میگه که 23 کیلوگرم چند پونده، مثلا بزنم 200 متر، اینجا داره به من میگه 200 متر میشه چند کیلومتر. و در نهایت هم برای اینکه کارتون آسان تر باشه میتونید بریم توی سیتینگ توی قسمت ادوانس سرچ و تمام این اپراندهای مختلف رو از طریق این باکس های مختلف میتونید جستجو بکنید برای زمانی که میخوان یه سرچ خیلی پیچیده انجام بدید و حتی اینجا میتونید بگین توی چه زبانی جستجو رو انجام بده واسهتون. میتونید این صفحه رو بوکمارکش بکنید، هر دفعه خواستین یه سرچ سنگین و پیچیده بکنین ازش استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. اگر مفید بوده براتون لطفاً ویدیو رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بگذارین. خوشحال میشم اگر کانال رو هم سابسکرایب بکنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.